مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. عزیزان، بحث را در فاصله بین عید قدیر و محرم، چند روز به محرم، میبینن پا تلویزیون و من میخوام یه نگاهی به محرم بکنم که این کاری که میشه و خیلی هم مهمه و خوبه، این یه خورده منبع قرآنیشم بررسی بشه، چون دادم یه وقت پوست کارو میبینه، یه وقت مغز کارو میبینه، یه مقداری این عزاداری ها رو بررسی کنیم. این عزاداری ها چند تا پیام داره. اول اینه که عزاداری هایی که ما میکنیم تفسیر قرآنه، چون قرآن آیه داره میگه ول عاقبت للمتقین، خوش عاقبتی مال افراد با تقواست، ول عاقبت لأهل التقوا. ماجرای کربلا پیداست، بالاخره برنده یزید شد یا امام حسین. یزید به چی رسید؟ عمر سعد به چی رسید؟ شیم به کجا رسید؟ اونا به کجا رسیدن؟ و اصحاب امام حسین به کجا رسیدن؟ این که قرآن میگه نگاه نکن یه جلوه ای زرق و برق پیش میاد، بل عاقبت للمتقین. دو، قرآن یه آیه داره میگه این نکید شیطان کان ضعیفا، نقشه های شیطان ضعیفه، خیلی نقشه کشیدن، آب را بستن، محاصره اقتصادی 30,000 نفر ریختن کربلا بره 72 نفر، محاصره نظامی، گفتن امام حسین بر خلیفه خدا خروج کرده، یعنی نعوذ بالله طاغیه، یاغیه. حالا بالاخره یاغی چی بود؟ محاصره تبلیغاتی، محاصره نظامی، 72 نفر تو محاصره 30,000 نفر. اینا دیگه چی؟ قرآن یه آیه داره میخوام نگاه کنم به عزاداری، منم به عنوان معلم قرآن با نگاه قرآن نگاه کنم. قرآن یه آیه داره میگه بل نقذف بالحق علی الباطل، نقذف و قذف این پرتاب میکنیم، حق را پرت میکنیم تو مغز باطل. ف یدمغه، یدمغ همونه که در فارسی هم میگیم فلانی دمغه، یدمغ یعنی پودرش میکنیم، با حق را چنون میکوبیم بر باطل که باطل محو بشه. بالاخره یزیدی ها محو شدن، حسینی ها موندن. قرآن آیه داره از کنم بودو جنبالی که دیگران وقتی کارمونو میبینن میگن ما حرف شیعه نمیشیم. الان آمریکا و اسرائیل تنها جایی که موندن تو ست حسن نصرالله و حزب الله و مقاومت موندن، همه رو به یه نحوی یا سرکوب کردن یا خریدن یا هر کاری کردن، اما فقط اینا موندن مقاومت. و این الگوی مقاومت کربلاست، زیر سم اسب میرم اما زیر بار زور نمیرم، مقاومته. الان تحریم هایی که آمریکا برای ما میگانه، حالا مردم تحریم رو تحمل میکنن، برای که میگن زیر بار زور نمیریم، ما یه عمری یا حسین گفتیم، یعنی زیر سم اسب میرم اما زیر بار زور نمیرم، سر به نی میدم، سرمو ببرید به نی بزنید،
اما سر ما پلو نااهل خم نمیکنم. خب این درس کربلا منتها خدا لعنت کند اختلاسگران که با طرح و برنامه اختلاس مونن. این اختلاس ها و این بیعدالتی ها این باعث میشه که آدم منم نمیدونم چی بگیم. چون بالاخره وقتی یک کشتی سوراخ شد آب اومد تو، همه غرق میشن دیگه، تو با من نداره. ولی الگوی ما بود عزاداری بیعت با امامه. عزاداری چیست؟ یعنی اگر با شما مصاحبه، آقا این عزاداری چیه؟ محرم رافته، این بیعت با امام حسینه. یکی میگیم لبیک یا حسین، یعنی حسین جون تو گفتی من ینظرنی هل من ناصرن، ینظرنی کسی هست منو کمک کنه، میگیم لبیک من هستم. عزاداری یعنی بیعت با امام. عزاداری یعنی ارعاب ستمگر، یعنی ستمگرا فکر نکنید کشتید رفتید تموم شد. شهید آیت الله مدرس به رضا شاه گفت من هر کجا بمیرم قبرم زیارتگاه خواهد شد، و تو هر کجا بمیری یک گربه رو قبرت نمیاد، یک گربه. شما بیل رو میبینید، این نوک بیل سفیده، این بالاهاش سیاه و زنگ زده. خب بله، وقتی کشاورزی میکنی بیل درگیر میشه با خاک، وقتی درگیر شد تو خاک سایده میشه، سفید میشه، اما بعدش تیز میشه، درست سفید میشه. بالای بیل آهنش کلوفتره اما سیاه و زنگ زده. این شهدای مهراب، آیت الله صدوقی، دستغیب، طباطبایی، اشرفی، مدنی، این شهدای مهراب نماز جمعه رو تثبیت کردن. عزاداری یعنی حمایت از مظلوم. مقاضا رو ببندیم بریم به نفع امام حسین داد بزنیم. عزاداری یعنی قصه شخصی نیست، یک جرقه نیست، یک جریانه. ما خیلی چیزا که هست، مثلا میگیم تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دست ابو لهب. ابو لهب عمو پیغمبر بود، ما میگیم آخه ابو لهبی نیست که حال دستی داشته باشه تا بگیم دستش باشه یا بریده باشه. اما این تبت یدا یه الگوه، میگه ابو لهب کارشکنی میکنه، هر چی پیغمبر زحمت میکشید ابو لهب با اینکه عمو پیغمبر بود ولی کارشکنی میکنه، بریده با دست کارشکنا. این مکتبه، شخص ابو لهب نیست. ما در نما در زیارت عاشورا میگیم اللهم لن اول ظالم، بعدش میگیم و آخر تابع، اول ظالم آخر تابع، یعنی به کل خط ظالم نفرین میکنیم، نه به شخص یه نفر. بله به شخص یه نفر هم میگیم، اللهم لن یزید میگیم، شیم رو میگیم، ابن مرجانر میگیم، افراد هم میگیم، اما اصل اونی که بیش از همه تکرار میشه اینه که خط ظلم ارعاب اون. الگوها که در کربلا بود نمیشه گفت کم نظیر، حتی بی نظیره. من اجازه بده یک الگو از قرآن براتون بگم بعد مقایسه کنم به کربلا. تمام اینا که استطاعت دارن باید برن مکه. حج واجب است برای کسی که بتونه بره، از دل جسمی مالی. آیش هم خیلی ها بردن، ولی الله علم ناسه هجل بایت من استطاع علیه سبیل. پس همه پول دارای دنیا باید برن مکه. مکه هجرت و عمل داره، یکی از عملهای محوریش اینه که باید 7 بار طواف کنن. یا رفتید مکه و عمره یا نرفتید فیلمشو دیدید، اونم که فیلمشو ندن حال نگاه به من کنن. این قرآن کعبه است. تمام حاجی ها 21 بار باید دوره بگردن، نه 21 بار پشت دادم، یه 7 بار بره عمره تموم میشه، بعد از چند روز دو مرتبه یه 7 بار بره حج تموم میشه، یه 7 بار هم خداحافظی، طواف نساء یا طواف وداع. شیعه میگه طواف نساء، اهل سنت میگن طواف وداع. خیلی خوب، 3 هفته 21 این کعبه هم که باید گردن باید یه جور بشه سمت چپ سمت کعبه باشه، یعنی باید ازیبری بگردید. من مثلا این قرآنه این کعبه هست، من باید ازیبری بگردم یعنی کعبه سمت چپم باشه. حالا این خودش هم یه کده، یعنی چون قلبم سمت چپه
کعبه هم سمت شفا، یعنی دل بده به کعبه. حالا راز و رموز توشه، ما با دوره بگردیم. میگه کجاست که دورش بگردیم؟ این زادگاه حضرت علیه. خدا علی رو گذاشت تو کعبه، متولد شد. بعدم به ما گفت 21 بار دورش بگردید، یعنی همینطور که دور کعبه میگردید یاد رهبری علی هم باشید. خدا علی رو گذاشت تو کعبه متولد شد، بعد به همه مردم هم که گفت واجب طواف کنید، یعنی واجب دور خونه بگردید که زادگاه حضرت علیه، یعنی علی فراموش نشه. اینطوری خدا منو یاد علی انداخت. رگ مظلومیابیه. شما در فامیل خودتون او کسی که مریضه میره دیدنش، چرا؟ برای که او ضعیفه، پس حالا که مریضه پس بریم دیدنش. خونه رفیقا دوست آشنا میری چیزی نمیبری، اما مریض رو سعی میکنی چیزی هدیه هم براش ببری، میوه شیرینی چیزی. او کسی که ضعیفه باید بیشتر حمایتش کرد. وقتی میگه علی نه، ما باید بگیم علی آره. وقتی میگه خمینی نه، ما باید بگیم خمینی آره. این انقدر بنی عباس مسجد ساخت، اوه، ولی قبر امام حسین رو 17 بار خراب کردن، چون گفتن حسین نباشه. مردم میان میگن اینجا پسر پیغمبر رو کنار رودخونه تشنه کشتن، چرا؟ برای که عمر سعد میخواست فرماندار ری بشه. این مسئله بیعت با داشتیم. اینو گفتیم همه پولدارا واجب آرن مکه، اونایی که توان بدنی و توان مالی دارن. مکه که رفتن باید طواف کنن. در طواف کنار کعبه که گفتیم قرآن کعبه هست، یه نیم دایره هم، این دست منم نیم دایره، همین دست من نیم دایره اینجاست، چسبیده به کعبه نیست، فاصله داره. اینا هم که تو طواف میکنن حق ندارن میان بر بزنن نزی فاصله برن، باید همینطور که میگردن اینطوری طواف کنن. یک، دو، یعنی این نیم دایره هم جزء کعبه، وسطش هم خالیه ولی حق نداره میان بر بزنه. میگیم خب سوال، ما دور کعبه میگردیم خانه خدا، این نیم دایره چیه؟ میگه این نیم دایره قبر اسماعیله. میگیم از همه دنیا پولدارا بیان دور این قبره بگردن، میگه کیه که ما با دورش بگردیم؟ میگن اسماعیله. میگیم اسماعیل حالا کی بوده؟ میگن یه پسر 13 ساله. ها چه کرده؟ باباش حضرت ابراهیم بهش گفت پسر جون انی عرف المنام انی اذبحک، من پی در پی خواب میبینم که تو رو سر رو ببرم ذبحت کنم. گفت یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابته بابا جون افعل، انجام بده ما تؤمر، هر چی به تو امر شده انجام بده، چونه نزن. خدا گفته سر بنو ببری ببر، من تسلیمم. حالا این پسر خواستم هست، ابراهیم حدود 100 سال بچه دار نشد، بعد 100 سال خدای بچهش داده، حالا که جنب و جوش اومده 13 سالش شده که باید نگاش کنه. از امام پرسیدن شیرین ترین لذت ها چیه؟ فرمود پدر و مادر بشینه قد بچهشو ببینه. 100 سال هم منتظرش بوده، حالا متولد شده 13 سال، حالا میگه سرشو ببر. در میان گذاشت، یه خودش رابطه بین پدر و پسره، پدر حرفاشو با پسرش در میان میذاره. پسره گفت یا ابتف الما تومر فلم ما اسلما. در سوره صافات میگه پدر پسر تسلیم شدن. پسر خوابون چاقو رو گذاشت، تا چاقو رو گذاشت خطاب من بردار، نمیخواستم خون او ریخته شه، میخواستم نم تو دل میکنی یا نه، تو دل میکنی یا نه. ما الان حاجی داریم، این دل از موی سرش نمیکنه. میگه حاج آقا سال اول من به من میگن تیغ بزن، نمیشه من تیغ نزنم؟ ببین چقدر فاصله هست. ابراهیم از پسری که 100 سال منتظرش گذشت، اسماعیل از خون خودش گذشت، این حاجی آقا رفته از موی سرش بگید نمیگذره، از موی سرش نمیگذره. بابا بترش فردا در میاد، ایشه چیزی نیست که بگی که تحریم اقتصادی میشیم دیگه در نمیاد. موی سرش که تحریم اقتصادی نیست که دیگه. حاجی داریم میرم مکه، برمیگرده سر این موش گیره. خب حالا داریم در آستانه کربلا رو حرف میزنیم. میگم حضرت قاسم هم 13 سالش بود، اسماعیل هم تقریبا 13 سالش بود، دو تا 13 ساله داریم، 13 ساله مکه، 13 ساله کربلا. 13 ساله مکه گفت
افعل ما تو امر، خدا گفته بکش بکش، تسلیمم. بری 13 سایه کربلا نگم من تسلیمم. وقتی امام حسین از پسر برادرش قاسم 13 سالش بود، پسر امام حسن مجتبی بود، از پسر برادرش پرسید مرگ چطوره؟ شهادت فرمود احلا من الاسر. چی؟ از اصل شیرین تره. آخه تسلیم. ببین گاهی وقتا میگن آقا قند شما بالا رفته، اگر ای پا رو قطع نکنیم میخوره به چشمت کور میشی. میگه خب اگر کور میشم قطع کنی 4 تا انگشت. آدم تسلیم. همه اینا که عمل جراحی میکنن عاشق نیستن، منتها میگن آقا جراحی نکنی بدتر میشه. خب جراحی کن. 13 ساله مکه گفت تسلیمم، فلم ما اسلم و اسلم ها یعنی تسلیمم. اما 13 ساله کربلا نگفت تسلیمم، گفت علاوه بر که تسلیمم کمک کنید. احلا من الاصل یعنی از اصل شیرین تره. خیلی مهمه. وقت اگر بناس ما در مکه دور قبری بگردیم که تسلیمه، باید در کربلا هم دور قبری بگردیم که علاوه بر تسلیم عاشقم هست. عاشقه. احلا من الاسد جمله حضرت قاسمه. این کربلا رو باز زنده نگه داشت. این کلمات کربلا همش تابلوه. عزاداری هایی که از کربلا هست همه استاندارد بین المللیه. شما ممکنه تو همه ایران نتونه قیمه بزنی، میگن آخه چرا این چه وسطیه، این چه عزاداریه، به خصوص که از این قمزن ها فیلم برداری میکنن تو سایت ها میذارن بغلش هم میذارن شیعه. شیعه وقت عکس یک چیز که همه بدنش خونیه. آیا شیعه غیر قمزدن تو کار دیگه نداره؟ این شیعیان لبنان که تو استخون تو گلو اسرائیل هستن این شیعه نیست؟ سید حسن نصرالله شیعه نیست؟ مقاومت شیعه نیست؟ شیعه یعنی خونی کردن؟ نماز جمعه شیعه نیستن؟ اینا که میرن نماز جمعه شیعه یعنی فقط خونی کردن بدن. منتها اروپا چندین بار از این قمزنا فیلم برداری میکنه میگه شیعه اینه. چرا جوری عزاداری کنیم که دستاویز قرار بگیرن؟ صلوات بفرستید دیگه. پیغمبر سخنرانی میکنه از پایین منبر گفت یا رسول الله راعنا 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 رو میشه از رعیه گرفت. رعیه مراعات کن، راعنا راعنا یعنی مراعات منم بکن، یعنی یا خود شمرده تر صحبت کن یا پا منبری ها به پا منبری ها نگاه نکن، همه چیطور نگاه نکن، گاهی هم چی کن. راعنا یعنی مراعات کن مرا، اگر از رعیه باشه ر این یه. اما یهودی ها راعنا را میگفتن راعنا یعنی خرمو کن، احمقمو کن، حمقنا حمقنا. مسلمان ها رو نیت پاکی که داشتن میگفتن یا رسول الله راعنا یعنی یه خود شمرده تر، یا نگاه به اطراف هم بکن. یهودی ها گفتن فهمیدی چی شد؟ چی شد؟ پیغمبر مسلمان ها داشت سخنرانی میکرد از پا منبرش گفتن خرمو کن خرمو کن. آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تقولوا راعنا، به پیغمبر راعنا نگید و قولوا انظرنا، بگید انظرنا یعنی نگاهت به منم باشه، یعنی این کلمه رو بردارید چون این کلمه سوژه میشه دست دشمن. اگر بگید راعنا، اونا راعنا از رعیه میگیرن، یعنی از رعنه میگیرن، یعنی خره میکن. این آیه چی میگه؟ یکی میگن در قرآن تدبر کنید، معنی تدبر اینه، یعنی این آیه مال اون زمان یه جلسه بوده یکی گفته راعنا تموم شد رفت دیگه الان به درد آمریکا میخوره، به درد اروپا میخوره، به درد همه کره زمین میخوره در طول تاریخ. یعنی اگر کلمه ای رو میگی که اون سوء استفاده میکنه، اون کلمه رو سوژه دست دشمن بگید ندی. این راعنایی که شما میگید حرف دو مثل شیر، شیر هم میشه شیر گاو باشه، هم میشه شیر سماور باشه، هم میشه نمیدونم کلمه شیر شیر بشه که تو جنگله. این لفظ مشترکه. شما لفظ دیدی که میبینی دشمن سوء استفاده میکنه نکن. قمه زدن عزاداریه. خیلی هم که قمه میزنن رو عشق امام حسینه. اون مراجعی هم که آخه استفتام کردن قمه زنا که از فلان آیت الله عظما یا آیت الله غیر عظما هر که
که آقا ما روز عاشورا میخوایم چند قطره خون هدیه کنیم. فتوای جواب او آقام نوشته که بسم الله تعالی اگر ضرری به جسمت نمیخوره مانعی نداره. میگه نه من حالا دو سه قطره خون ضربه نمیخوام. بله او آقام اینطوریه. این رقمی سوال کن بگو حضرت آیت الله عظما من میخوام یه جوری عزاداری کنم که کفار به ریش شیعه بخندن. اینطوری سوال کن ببینیم آقا چجور جواب میده. آدم خودش هم میدونه تو مقدار که به غیر. من یه کسی از رهبران غمزنا بود یه وقت رفتم خونش گفتم ببین هیچ شکلی نگفته واجبه. واجب هیچ مرجعی نگفته. مستحب اگر با چند تو اگر مستحب. این مستحب کیه؟ عاشورا. عاشورا در سال چند روزه؟ یه روزه. در یه روز عاشورا مستحب بر فرض مستحبم نیست. حالا من میگم فرضی میخوام خود کوتاه بیان. چند دقیقه طول میکشه؟ قمر یه دو سه تا تمچی میکنن یه چند قطره میریزه بیرون. به عنوان معلم قرآن عرض میکنم جوری حرف نزنید که دشمن سوء استفاده کنه. جوری راه نروید که دشمن سوء استفاده کنه. جوری عزاداری نکنید که دشمن سوء استفاده کنه. این حرف ما اینه. عزاداری یعنی بیعت با امام. عزاداری یعنی مغازه رو ببندید به نفع مظلوم داد بزنید. در مکه که میرید بسیاری از کارها تعزیه است. مثلا سعی صفا و مروه کنار کعبه یه خیابون سرپوشیده صفا و مروه حدود 400 متره حاجی ها باید 7 بار بیانه برون. خب برای چی؟ برای که یه زمانی هاجر زن ابراهیم برای پیدا کردن آب تو این تیکه آمد و رفت. گوسفندی که ما در عید قربون مکه می‌کشیم این به یاد اون ذبح اسماعیل که حضرت ابراهیم گفت. خیلی کارهای مکه نمایشه. یعنی خود تو قالب پیدا کن. تا عزاداری یعنی اجتماعی همراه با تعهد، غیرت، حرکت. خیلی وقتا جمع میشن. ممکنه کسی تو خیابون جمع بشه، تو پارک جمع بشه، تو زمین ورزش جمع بشه. ولی جمع شدن عزاداری جمع شدن حمایتی است. حمایت از مظلوم علیه ظالم. میگن انرژی هسته‌ای. این عاشورا انرژی هسته‌ایه. یعنی ما یه سوژه داریم، یه کلمه داریم، یه کد داریم به نام یا حسین. با یک یا حسین 70 میلیون سیاپوش میزن تو خیابون. کدوم کشور این کد داره؟ خیلی انرژی خوبیه. با یک کلمه تمام رئیس جمهورهای دنیا خواسته باشن یه راهپیمایی 5 میلیونی راه بندازن شاید نتونن. ولی ما با یه یا حسین راهپیمایی 70 میلیونی راه میندازیم. مهمه. عزاداری یعنی مقاومت، مبارزه، مکتب، انقلاب، ایثار، اخلاص، شجاعت. یه عزاداری من است. تو عزاداری ها چه خیرات و برکات میشه؟ ده ها هزار روحانی پخش میشن برای تبلیغ دین تو شهر و روستا در طول سال. افرادی که در طول سال مسجد نمیان عاشورا میان حسینیه میان مسجد میان جلسه همه وصل میشن به امامان معصوم. مهمه این. در تحلیلای خارجی‌ها نسبت به شیعه میگن شیعه دو تا بال داره. یه بال سبز داره منتظر حضرت مهدی علیه السلامه، یه بال سرخ داره مقاومت عاشورا خون. با داشتن این دو تا بال ما حریف شیعه نمیشیم، حریف همه میشیم، حریف شیعه نمیشیم. در انسان دو تا عنصره، عقل، عاطفه. عنصر عقل زبانه. آدم با حرف که میزنه میفهمه، با حرف زدن شما میفهمی که عقلش سوادش چقدره. عنصر عاطفه چشمه. چشمی که گریه داره آدم میگه خواهی عاطفه داره. چشمی که گریه نداره سنگ دله. یعنی دو تا موتور تو بدنه، احساسات و عقل، دو تا چراغ میزنه. چراغ عقل بیانه، بیان میگه که من چقدر سواد دارم. چراغ احساسات اشکه. از عزاداری ها خیلی بهتر میشه استفاده کرد.
قدر عشق داشته باشید. یکی از مراجع بزرگ، از مراجع درجه یک تو وصیت نامش نوشته بود وقتی میخوام بمیرم نگاه کردم که 80-90 سال عمر چه کردم، دست به هر چی گذاشتم دلوافس بودم، فقط او عشقی که برای اهل بیت ریختم امیدم اون نجات بده. در این جلسات رقابت نباشه، بی وقت عزاداری نکنیم، شب یه ساعتی که مردم میخوان بخوابن خواب را تلخ نکنیم. ما حق نداریم به اسم امام حسین خواب را برای مردم تلخ کنیم، حق نداریم. صدا بلندگو و طبل اینها باید محدود باشه، در زمان خاصی باشه. عزاداری باید همراه با نماز بوده. الحمدلله از برکات جمهوری اسلامی اینه که روز عاشورا و تاسوعا نمازهای مهم میخونده میشه، یا باید از نماز شروع شه یا بعد از عزاداری به نماز ختم میشه. عزاداری مانع نماز نباشه. تو عزاداری ها میتونیم مشکلات فامیل و همشهری و روستا رو حل کنیم. حالا به عشق امام حسین جمع شدیم تو این روستا، این روستا مشکلش چیه؟ چون خیلی ایران، خیلی جاهای ایران شهری ها و پولداراشون روز عاشورا میرن روستای مادرزادیشون، اونجا عزاداری میکنن. خب حالا ما تاجرها جمع شدیم، این روستا چه مشکلی داره؟ حمامشه، درمونگاهشه، جادهشه، برقشه. تو این مسافرت های میلیونی، ببخشید میلیونی، ده ها میلیونی ایام عاشورا مسافرت های ده ها میلیونی میشه. اینو غیر سیزده بدره که میریم کنار باغچه میشینیم تخمه میشکنیم. این عزاداری مکتبیه، یعنی امام حسین که دنیا را نجات داد، ما هم حال میدونیم اینجا به اسم اون. به هر حال خداوند انشاءالله به همه توفیق بده عزاداری ما اون عزاداری باشه که امام حسین قبول داشته باشه. خدایا آن به آن بر عذاب قاتلین امام حسین بیفزا، توفیق شناخت اسلام و عمل به اسلام و چشیدن مزه دین و چشاندن مزه دین به نسل آینده به همه ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان را که عزادار اصلی اوست برای همیشه از ما راضی بفرما. اللهم صل علی محمد و محمد. بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید. 1. پایگاه اینترنتی درس های از قرآن کریم به نشانی www.قرائتی.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول: در فرهنگ قرآن عاقبت نیک از آن چه کسانی است؟ 1. اهل نماز. 2. اهل جهاد. 3. اهل تقوا. سؤال دوم: آیه 18 سوره انبیا چه وعده‌ای به مؤمنان می‌دهد؟ 1. پیروزی حق بر باطل. 2. پیروزی مؤمنان در آخر الزمان. 3. نابودی کامل غیر مسلمانان. سؤال سوم: بر اساس قرآن حج بر چه کسانی واجب است؟ 1. همه مسلمانان. 2. مسلمانان مستتی. 3. مردان و زنان متأهل. سؤال چهارم: در ماجرای ذبح حضرت اسماعیل چه کسی تسلیم بودن خود را اعلام کرد؟ 1. حضرت ابراهیم. 2. حضرت اسماعیل. 3. هر دو مورد. سؤال پنجم: آیه 104 سوره بقره به چه امری اشاره دارد؟
یک، خطر سوء استفاده دشمن. دو، مقابله جدی با انحرافات. سه، سکوت در برابر افراد نادان. صلي على محمد وآل محمد.